سلام، امروز میخوایم یه دونه بیت بزنیم با میدی پکی که داخل کانال تلگرام گذاشتم. قبل از اینکه شروع کنیم اول یه توضیح راجع به این میدی پک بدم. توی این میدی پک فایلای میدی 70-80% ریمیک هایی که قبلا انجام دادیم، حالا ویدیوی آموزشی براش توی یوتیوب گذاشتم یا اینکه اینسترومنتال خالی گذاشتم هستش که حالا اسم فایلا رو اینجا میبینید. @21 Savage هست، 69 هست، امیر خلوت هست، بهرام هست، جیدال هست، زیاده دیگه، حالا خودتون میتونید ببینید. به جز ریمیک ها یک سری میدی فایل دیگه هم هست که ملودی و آکورد از خودم. حالا امروز میخواییم از اینایی که برای خودم هست رو استفاده کنیم و باهاش بیت بزنیم. من یه سری صدا اینجا آوردم، یه دونه پیانو داریم، یه دونه سینت داریم، درام داریم و سینت بیس از جی ام اس. کانتکت هم یه دونه آوردم، اگر بعدا نیاز شد آوا اینا استفاده کنیم از بانک صدای اکسل استفاده میکنیم. بگردیم یه دونه میدی پیدا کنیم ببینیم کدوم به دردمون میخوره. خب به نظرم این خوب باشه برای بیتی که امروز میخواییم بزنیم، پس از این استفاده میکنم. میدی رو شما هم میتونید نوتاشو تغییر بدید، هم میتونید گامشو راحت عوض کنید، هم میتونید هر ویستی که خواستید روش بذارید. خب حالا کاری که با این میکنیم، اول از همه بیاییم گامشو تغییر بدیم. اینو میام اینجا میذارم، بعد یه دونش رو یونیک میکنم، میخوام توی یه دونش فقط آکورد خالی باشه. خب پس این میشه آکوردهای من. سینت بیسمون هم بیاییم بذاریم، همون نوتای پایه آکوردم رو میذارم. آکوردامون اینجا از روی درجات گام داریم میریم بالا. حالا این آخری رو میتونم اینجا امتحان کنم یا بیارمش این اکتاو پایین. این حالت به نظر من بهتره. حالا باز هر جوری خودتون دوست دارید. اینم بیاریم توی یه دونه پترن دیگه. خب پس اینم شد سینت بیسمون. توی پترن بعدی بیایم اسنیر رو کلپمون رو بذاریم. توی پترن بعدی میام کیکمو میذارم.
خب پس اینم میشه پترن کیکم. بعدش میایم 8-8 اون رو میذاریم. ریتم کیکو کپی کنیم روی 8-8. دقیقا مثل همین نمیذارم ولی کپی کنیم داشته باشیمش. بعدا میایم تغییرات میدیم. خب بیاییم یکم اسلاید به این اضافه کنیم. خب اینم میشه پترن 8-8 هم. حالا بعدا هر جایی که خواستیم 8-8 هم میذاریم. هایهت یادم رفت، بیایم هایهت هم توی پترن بعدی بذاریم. خب این هم میشه پس پترن های هت هم. اوپن هت هم اگر بخواید میتونید بذارید، من فعلا نمیذارم اوپن هت رو. اینا هم بفرستیم تو میکسر. یه کوچولو به کلپ هم ریورب میدم. پیانو هم به این حالت اومدم فیلتر کردم. میتونیم حالا اینو لوکات کنیم.
این سینت بیس هم یکم های کات کنیم. خب الان دیگه میتونیم بیایم با همین آکوردا یه دونه پد اضافه کنیم. اگر خواستید میتونید ویالون استفاده کنید، اگر خواستید میتونید گیتار اضافه کنید، اگر خواستید میتونید آوا اضافه کنید، میتونید آرپژ اضافه کنید، هر چیزی که سلیقه خودتون رو دوست دارید. بیایم ببینیم با این صدای سینته که داشتیم میتونیم چیزی اضافه کنیم. این صدا اینو میام این قسمت میذارم رو حالت سولو، بعد اینا رو اوورلپ میکنم با هم دیگه به جز این یه دونه. بذارید پیانو رو میوت کنم. یه همچین حالتی. خب من اینو تکمیل کردم. تقریبا اگه دقت کنید آکوردای پیانویی که داشتیم رو دنبال کرده. تقریبا. گوش کنیم به این. خب من این بیتر رو تکمیلش کردم، چیز جدیدی بهش اضافه نکردم به جز یه دونه این نویزی که داریم رو گذاشتم توی کدل بیت، یه دونه رایزر گذاشتم، اینم استرچ بذاریم، بعد یه دونه هم کرش داریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوال داشتید میتونید تو کامنت ها بپرسید. لینک میدی پک هم تو کانال تلگرام گذاشتم، تو توضیحات این ویدیو هم میذارم. یه بار به این بیت گوش کنیم تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا حافظ.